ما کانال های یوتیوبی زیادی داریم که انیمیشن میسازن، اونم بدون کلام بچه‌ها. این انیمیشن های جذاب عموما با نرم افزار SFM ساخته میشه، آسان ترین نرم افزاری که باهاش میشه انیمیشن ساخت. جالبه بدونید که تو این حوزه یوتیوبر به ازای هر 1000 بار بازدید به طور میانگین 82 سنت از یوتیوب دریافت میکنه. یعنی یه ویدیویی که 1,000,000 بار بازدید بگیره میتونه تا $820 پول بسازه. تو این قسمت یاد میگیریم که چطور میشه چنین انیمیشن های جذابی ساخت. با من همراه باشید. خب انیمیشنی که در حال حاضر میبینید رو من تو قسمت‌های گذشته آماده کردم بچه ها، و تصمیم بر این شد که همین انیمیشن رو از نو بسازیم و این شکلی کار با نرم افزار رو عمیقا یاد بگیریم. به این روش یادگیری اصلا میگن یادگیری پروژه محور، یعنی پروژه رو تکمیل میکنید و تو مسیر کلی چیز یاد میگیرید. شما بچه‌ها با یادگیری انیمیشن سازی هم به صورت حرفه‌ای میتونید وارد این صنعت بشید و هم با راه اندازی یه رسانه یوتیوبی به صورت بین‌المللی از نمایش تبلیغات تو یوتیوب پول بسازید، چون انیمیشن چیزیه که همه مردم دنیا با هر زبونی رو میتونه درگیر بکنه. لازمه ورود به این صنعت داشتن یک کامپیوتره، یعنی ابزار شما اصلا کامپیوتر دیگه، چیزی غیری نیستش. با سیستم زیر 10,000,000 تومان هم میشه در حال حاضر به راحتی انیمیشن ساخت. مثلا سیستم خود من که الان دارم باهاش آموزش ها رو واسه شما ضبط میکنم، یه سیستم نسل 2ه. الان سیستم های نسل 14 اومده. من با سی پی یو کور i5 4 هسته‌ای، یه گرافیک GTX 720 2 گیگ و یه رم 8 دارم کار میکنم. با این مشخصات به راحتی میشه انیمیشن ساخت. همین کیس الان شاید چیز در حدود 5,000,000 تومان باشه، چون خیلی قدیمیه ولی باز به کارم میاد. خب مقدمه کافیه. تو این قسمت میخواییم در خصوص فیزیک صحبت کردن کاراکتر و اضافه کردن انیمیشن های مختلف صحبت کنیم. با من همراه باشید. خب عزیزای دلم، اولین کاری که تو این جلسه میخواییم انجام بدیم اینه که به کاراکتر امکان این رو بدیم که اگه دیالوگی میخواد برقرار بشه کاراکتر لب بزنه. به صورت اتومات نرم افزار خودش تنظیم میکنه. برای انجام این کار بچه‌ها ببینید از قسمت دیالوگ میخوایم یک دیالوگ اضافه کنیم دیگه. کلیک راست میکنیم، اینو شما بلدید. اد کلیپ اینجا مثلا، اجازه بدید این فایل رو من ببندم از اون اول بهتون نشون بدم. مثلا من وارد قسمت وایسش میشم، وی او، و بعد این پوشه. حالا اینجا از پایین مثلا این فایل رو انتخاب میکنم، ببینیم چی میگه. I am the best. میگه من بهترینم. I am the best. خب فایل رو بچه‌ها یه مقدار زوم میکنم رو فایل صدا، بعد یه مقدار میکشمش چند ثانیه جلوتر، یکم مکس داشته باشه و بعد حالا دیالوگ برقرار بشه. حالا میخوام اینا رو سینگ بکنم. ببینید در ابتدا رو دیالوگ کلیک راست بکنید و شو وی فرم رو فعال بکنید. اوکی، برای من از قبل فعال بودش. یه بار بزنید دیگه همیشه فعال میشه. حالا کاراکتر رو انتخاب بکنید. این کاراکترم، کاراکتری اسم اسکات. فقط بچه صورتش رو انتخاب میکنم. اوکی، فقط صورتش رو درگ میکنم، انتخاب میکنم. حتما فایل صوتی هم انتخاب شده باشه. حالا کلیک راست بکنید رو صورتش و بعد این گزینه، در نهایت هم اکسترکت، به همین راحتی سینک شد. الان ببینید به محض اینکه تایملاین میاد اینجا شروع میکنه به لب زدن. I am the best. جالب شد. یار دیگه، I am the best. به صورت کاملا اتومات نرم افزار حالا حرکت لب رو میسازه، لیپسینگ انجام میشه. اینو من بچه حذفش میکنم. الان میخواییم یه فایل صدایی از خودمون رو منتقل بکنیم. ببینید فایلی که داشت اجرا میشد تو این پوشه ذخیره است. اینجا واسم نوشته تو کامپیوتر خودم تو درایو دی، جایی که نرم افزار رو نصب کردم، این وایس از اونجا پلی شده. بس کافیه این مسیر رو، مسیری که در اختیارم قرار داده، این رو بچه کپی کنم تو مای کامپیوترم، پیستش کنم، برم تو اون پوشه و فایل مد نظر خودم هم همونجا وارد بکنم. به همین راحتی میتونم به صوتهای خودم دسترسی داشته باشم. اینجا میشه به راحتی پیستش کرد. من یه وایس آماده کردم، مربوط میشه به سناریوی انیمیشنمون. وایس سناریوی انیمیشن. این بار من رهبری این عملیات رو به عهده میگیرم. از این به بعد اصلا من رئیستونم. خب این بچه‌ها در حال حاضر MP3 ما حتما باید پسوندش رو تغییر بدیم به WAV. ویو. تو گوگل می‌نویسم MP3 تو ویو. اوکی، تو WAV.
یه ابزار آنلاین میخوام پیدا کنم که کارم رو بندازه دیگه. شما از هر طریقی که دلت خواست میتونی تبدیل رو انجام بدی. بالاخره فرمت WAV میخوایم، MP3 باشه یا ممکنه با گوشی ضبط بکنی، حتی فرمت های دیگه باشه، هر فرمتی که باشه باید تبدیل بشه به این فرمت. اینجا فایل بهش دادم، میگم فرمت این باشه، در نهایت هم کانورت. من از این ابزار استفاده میکنم، با نرم‌افزارهای مختلف هم میشه کار کرد، چیز پیچیده ای نیست. خب فایل صدا رو تبدیل به ویو کردم، الان کپیش میکنم میبرمش پیش همون صدای اول. صدای اول MP3، پایینی ویو. اسمش رو اصلا بچه‌ها بذاریم صد، که خیلی راحت بتونیم تو سرچ پیداش کنیم دیگه. هر اسمی که دوست دارید میتونید انتخاب بکنید. من کپیش میکنم بعد میارم تو پوشه مد نظر، پوشه‌ای که گفتیم همینجا اگه صدا رو بریزیم به راحتی میتونیم پیداش کنیم. اوکی، اسمش شد صد. الان اگر بخوام تو نرم افزار بچه‌ها مجدد کلیک راست اد کلیپ رو بزنم و تو فیلتر صد رو بنویسم، به هیچ وجه پیدا نمی‌کنیم فایلو. چرا؟ چون حتما باید یک بار ریسکن بشه، بررسی بکنه و فایل رو اضافه بکنه. رو گزینه ریسکن کلیک میکنم، یه مقدار زمان میبره تا فایل رو مجدد اسکن بکنه. الان اگه بنویسم 100، همینجا مثلا آورد، بنویسم 100، به راحتی فایل رو پیدا میکنیم. این بار من رهبری این عملیات رو به عهده میگیرم. اوپنش میکنم، فایل اضافه میشه، مثلا اینجا قرارش میدم. اوکی، گرچه حالا اگه میبینید دهنش باز بسته میشه چون سینگ رو حالت قبله، رو وایس قبلی، حالا ایبی نداره. ببینید گفتیم فیسش رو انتخاب میکنیم، بعد فایل صوتی رو کلیک راست این گزینه، در نهایت اکسترک. این فایل چون طولانی تری مقدار ممکنه بیشتر طول بکشه. حالا اگه پلیش بدم میبینید که به راحتی دیالوگ رو لب میزنه. این بار من رهبری این عملیات رو به عهده میگیرم، از این به بعد اصلا من رئیستونم، تو که مشکلی نداری گنده بک. پس این از اولین آموزش این جلسه. این شکلی به راحتی میتونید دیالوگ هایی که برقرار میشه رو سینگ بکنید با حرکت لب. خب در ادامه میریم سراغ اضافه کردن انیمیشن های مختلف به کاراکتر. من یک کاراکتر رو اینجا اضافه کردم، اینا مربوط میشه به آموزش های قسمت پیش. این مدل اینجا هم هستش، اسم کاراکتر اسکات، روش کلیک راست میکنم، ایمپورت و بعد سکوینس. اینجا بچه‌ها کلی انیمیشن مختلف هست، انیمیشنی که از قبل ساخته شده و شما میتونی انتخابش بکنی با گزینه کلید بالا و پایین کیبورد. میتونی حرکت کنی به سمت بالا و پایین و انیمیشن های مختلف رو ببینی. مثلا توی سکانسی که اینا داشتن میرخصیدن، من از انیمیشن رخصیدن استفاده کردم. این انیمیشنی بود که برای این کاراکتر انتخاب کردم، اگه خاطرتون باشه. اوپن رو میزنم بچه‌ها. پس به راحتی من میتونم انیمیشن مد نظرم رو انتخاب بکنم و بعد اوپن رو بزنم، انیمیشن اضافه میشه به کاراکترم. حالا اگه پلی بدم، کاراکتر انیمیشنی که انتخاب کرده بودم رو اجرا میکنه. به نظرم الان به عنوان یک تمرین صحنه‌ای که اینو داشتم میرقصیدن رو بازسازی بکنید. اوکی، واسه هر کدومشون من یه رقص مختلف در نظر گرفتم و از صحنه فیلم برداری کردم. خب در ادامه با انیمیشن دویدن آشنا میشیم. اینجا دقیقاً سکانسی بود که اینا فرار کردن سه نفری و کلی از پشتشون رو موشک و اینا میومد. این رو هم بعد آموزش این پارت میتونید بازسازی بکنید. ببینید من مدل رو اضافه کردم، این مدلمه، روش کلیک راست میکنم، ایمپورت سکانس، دقیقاً مثل حالت قبل. این بار مثلا میتونم انیمیشن ران لوزر رو انتخاب بکنم، یعنی دویدن یک بازنده. با این ابزار میتونید انیمیشن رو رام بکنید. این رو تا انتها میدم، اینم تا انتها. بعد بچه‌ها این پایین به جای اینکه سر حالت درجا باشه، با این گزینه میتونید بهش روتیت بدید، یعنی جهتی رو بره. الان اگه بخوام رو گزینه موشن ادیتور کلیک کنم، میبینید که یک جهتی رو به هم داده، یک جهت سبز رنگی رو که کاراکتر میخواد این جهت رو دنبال بکنه. مجدد من با این گزینه، با گزینه روتیت، میتونم کاراکتر رو بچرخونم که وقتی کاراکتر رو میچرخونم جهتش هم باهاش حرکت میکنه. مثلا میذارم اینجا، میگم این مسیر رو بدوه. حالا اگه پلی بدیم کار رو، میبینید که به راحتی کاراکتر مسیری که مشخص کردیم رو میده و میره. خب بیاید یه دوربینم بکاریم بچه‌ها، کارو سینمایی تر بکنیم. اینو دیگه بلدید. من از قبل بچه‌ها یه دوربین اینجا دارم به اسم کامرای یک، اینجا کاشتمش. اوکی، از همین میتونم استفاده کنم، در حال حاضر ثابته.
برای اینکه این کامرا رو اضافه کنم به لیستم، ببینید هم میتونید شما نیو کامرا بدید که میشه کامرای شماره 2. همینجا با گزینه آخر میگه المان های موجودو بهم بده. ببینید کامرا 1 موجوده، اینو بهش میدیم، کامرا 1 میاد اینجا. حالا کامرا 1 رو انتخاب میکنم، اینجا هم رو کامرا 1 باید باشه. این حالت رو انتخاب بکنید و بعد ثانیه رو سر صفر بذارید. اوکی، میخوام ثانیه صفر اینجا باشه. به محض اینکه کامرا رو حرکت میدید خودش نقطه ها رو میذاره. ببینید سه تا نقطه گذاشته، تو لحظه اول اینجا باشه، بعد مثلا چند ثانیه بعدش بیاد اینجا. گرچه کارکتری در کار نیست، کارکتر از دیوارم دیگه رد شده، یعنی سرعت دوربین خیلی پایینه. یه مقدار فکر می‌کنم بیارمش این ورتر، نقطه ها رو ثانیه‌اش رو این شکلی کمتر می‌کنیم تا دوربین سریع‌تر حرکت کنه. بازم فکر می‌کنم سرعت دوربین کمه، نقطه ها رو میارم عقب‌تر، ثانیه کمتر میشه، پس سرعت دوربینم بیشتر میشه. اوکی، پس به راحتی این شکلی میتونیم دوربین متحرک هم بسازیم و کاراکتر رو دنبال بکنه. خب در ادامه آموزش بیاید تکنیک حالا لیپسینگ و اینکه دیالوگ رو لب بزنه به اضافه انیمیشن ها اینا رو با هم دیگه قاطی کنیم که کار پیچیده تر و باحال‌تر میشه. با من همراه باشید. خب من کاراکتر مد نظر خودم رو اضافه کردم بچه‌ها. الان میخوام بهش یه انیمیشن مثلا ایستادن آیدل بدم، ایستادن در جا. میگردم دنبال مثلا چی پیدا کنیم، استند پرایمری واسدادن اصلیش که تو دستشم چون یه تفنگ تو بازی، بس بس همین حرکت دستش به این شکله. اوکیش میدم. حالا اگه پلی بدیم بالاخره کارکتر یه نفسی میکشه، از حالت بیروح در اومده. وقتی کارکتری که هیچ تکونی نمیخوره و فریزه وقتی صحبت میکنه خیلی چیز قشنگی از آب در نمیاد. حتما باید یک انیمیشنی داشته باشه. خب الان بچه ها میتونم یه مدل دیگه هم به فضام اضافه کنم به راحتی. نیو مدل رو میزنم، این بار به جای اینکه بخوام کارکتر اضافه کنم مثلا مینویسم بشکه نفت اویل و یه بشکه نفت رو وارد این صحنه میکنم. بشکه نفت ظاهر نشود. چرا؟ چون بغل کامرا 1 همه، من کامرا 1 رو عقب بردم تا مزاحم اون نشه. گفتم اولین کاری که میکنیم مدل رو انتخاب میکنیم، میایم کفش رو تنظیم میکنیم، باید مماس به زمین بشه. مدل انتخاب شده، حالت موشن ادیتور و بعد با گزینه موو به راحتی مدل رو حرکتش میدم. میخوام بذارم بغل دست این کاراکتر، جوری که انگار کاراکتر بهش تکیه داده. بچه اوکی، این مقدار داره بالاتر، اینجا خوبه. خب الان یه کارکتری رو داریم که انیمیشنی روش سواره و حالا یه مدلی هم کنارش هستش، یه مدل بشکه نفت. در حال حاضر بچه ها من میتونم عملیات لیپسینگ انجام بدم، یعنی یه دیالوگ اضافه کنم و کارکتر تو این حالا لبم بزنه. پس ترکیب چیزی که یاد گرفتید، یعنی مثلا من اینجا بنویسم هیوی و بعد این دیالوگ رو انتخاب میکنم که We must do this. Open. و بعد دیالوگ رو یه چند ثانیه میارمش جلوتر، اینجا مثلا باشه. گفتیم که دیالوگ رو انتخاب میکنیم و بعد مدل رو حواستون باشه، این مدل رو انتخاب نکنید، این مدل بشکه نفته، اصلا سر نداره. مدل اصلی ما اینه، مدل کاراکتر فیس یا حالا صورتش رو انتخاب میکنیم و بعد ترک هم انتخاب شده، کلیک راست این گزینه، در نهایت اکسترک. الان اگه بخوام پلی بدم صحبتم میکنه، لبم میزنه، حالا انیمیشن لازمه هم داره. We must do this. خب بیایید این بشکه نفت رو اصلا بچه ها حذف بکنیم و جاش دست کاراکتر رو حرکت بدیم. یه چیزی که میخوام بهتون یاد بدم، اینو پاکش میکنم. به راحتی اگر کاراکتر رو انتخاب بکنیم، حالت موشن ادیتور رو فعال بکنیم با این گزینه، شما میدونی که میتونیم استخونها رو حرکت بدیم. من استخونه دستش رو حرکت میدم، حالا استخونه دست دیگه شما حرکت میدم. میخوام بهتون بگم که در حال حاضر من میتونم استخونها رو جانمایش رو عوض بکنم و مجدد همون انیمیشن رو داشته باشیم. انیمیشن استند پرایمری، انیمیشنی که ایستاده والا نفس میکشه، اونو داریم، دستش هم حرکت دادیم، دقیقا مثل یک عروسک تمامی قسمت های بدنش رو میشه جابجا کرد. یه چیز دیگه که دوستان تو این جلسه بهتون یاد بدم، ببینید اگه شما کنترل رو نگه داری و با موس رو کلیکش رو نگه داری و حرکت بکنی، میتونی استخونهای بیشتری رو درک بکنی. من کل این استخونها رو انتخاب کردم، الان اگه تکون بدم کل کارکتر تکون میخوره چون مرکز ثقلش اینه.
اگه این استخونو انتخاب نکنم و مابقی رو انتخاب بکنم، به راحتی میشالا کل بدنش رو حرکت داد. اوکی؟ این شکلی میتونید چند تا استخونو درک بکنید. خب بیاید بچه‌ها دوربینو مثلا تو این موقعیت قرار بدیم و بعد پلی بکنیم. We must do this. اوکی، جالبه. یه بار دیگه مثلا دوربین تو این موقعیت و پلی. ببینید کاراکتر انیمیشن لازمو داره. We must do this. لیپسینگ هم در جریان کار حرفه‌ای‌تر و باحال‌تر شده. خب با آموزش این قسمت شما به راحتی میتونی چنین سکانس هایی رو بازطراحی کنی. اینا تو انیمیشن من با تکنیک هایی ساخته شدن که تو این قسمت آموزش دادم. اینا رو بچه‌ها تمرین کنید، سعی کنید یه انیمیشن مثل انیمیشن من بسازید، گرچه هنوز یه جلسه دیگه مونده تا بتونیم با کل SF ماشنا بشیم، اما تو همینجا هم خب شما کلی چیز یاد گرفتی. ممنون که تا این لحظه همراه من بودید. اگر از کانال یوتیوب من هنوز اشتراک نگرفتید، پیشنهاد می‌کنم سابسکرایبش کنید، زنگوله رو بزنید تا از انتشار همه آموزش‌ها مطلع بشید. دوستتون دارم عزیزای دلم. تا آموزش بعد.